یک سالن پرورش سمارق، قارچ. این هم جلیل رضایی در حال برداشت محصول امروز. ریشه این فارم برمیگردد به کار و تجربه آقای رضایی در فارمی در مسکو، روسیه. او پس از آن که پناهندگیش در کشورهای اروپایی قبول نشد، ناچار برگشت به جایی که ریشه در آنجا دارد. زمانی که با ما به افغانستان آمدیم، اینجا دیدیم اول دو سال اول ما خبر نداشتیم، هیچ اطلاعی نداشتیم که در افغانستان آیی کار شود یا نشود. دو سال اول ما در بخش دکانداری و همین کارا بودیم، تا اینکه به طور اتفاقی همینطور کار سمارق به ذهن ما خورد. ما خود گفتیم ما خود علمش داریم، تجربهش داریم، چطور این کار شروع نکنیم. همین باعث شد که ما همین کار در افغانستان شروع کنیم. شکر خدا تا فعلا استقبال خوبی را دیدیم. در دوران کرونا و قرنطین کار آقای رضایی رونق گرفت. مشتریانی پیدا کرد برای خرید تخم سمارق و ایجاد فارم پرورش آن. از دید او پرورش قارچ می تواند جایگزین کشت مواد مخدر در افغانستان شود، در کشوری که بخش عمده از مواد مخدر جهان تولید می شود. ایجاد فارمای سمارق میشه که جایگزین کشت کوکنار شود و بخصوص همیز قرقوزنی یا همی مورل مشروم است که یکی از گران قیمت‌ترین سمارق در جهان است که هر کیلو از 180 دلار آمریکایی در بازار جهانی قیمت دارند. و امیدوار هستم که این کار ما موفق شویم و این کار شروع کنیم. طی سالهای اخیر در افغانستان مسیر آمدن قارچ بر سر سفره افغانها از دشت و کوه تغییر کرده. حالا سالن‌های پرورش سمارق زیادی ایجاد شده. علی حسینی، بی بی سی.